داستان پیامبران. ولادت و پرورش موسی علیه السلام. فرعون به نافرمانی و گمراهی خود ادامه می داد و در زمین راه تکبر و برتری طلبی در پیش می گرفت و گروهی از رعایای خود را که از قوم بنی اسرائیل بودند ذلیل نموده بود. چون که آن قوم در سایه حکومت فرعون زندگی بسیار سخت را سپری و تنگی و شدت آن زندگی را تحمل کرده بودند. در همان هنگام که بنی اسرائیل در زندگی سخت و حالت ناگوار خود دست و پا می زدند و کمر خم کرده بودند، کاهن نزد فرعون آمد و به او گفت: در میان بنی اسرائیل نوزاد به دنیا می آید که ملک و سلطنت تو به دست او از بین می رود. فرعون سخت برآشفت و حیران گشت، هرچی بیشتر بر گمراهیش افزود. پسران بنی اسرائیل را کشت و دختران آنها را باقی گذاشت. اما قدرت خداوند بالاتر از آن است که تدبیر باطل بتواند با آن مقابله نماید، زیرا در ازل چنان مقدر نموده بود که این قوم ستم دیده ملک و سلطنت این طاغوت زورگو را به دست طفلی که در خانه او مانند گلی که از میان بوته‌های خار و یا سپیده دمی که از بستر تاریکی سر برمی آورد به ارث ببرند. خداوند بنی اسرائیل را قدرت بخشید. سرزمین مصر و شام را میراث آنها گردانید. با فرعون و هامان و سپاهیانشان آن چیزی را که از آن می ترسیدند نشان داد. مادر موسی علیه السلام در گوشه ای از منزلش نشسته و درد زایمان را در بر گرفته بود. قابله ای را فرا خوانده بود تا او را برای چنین حالتی آماده نماید. قابله به کار خود مشغول شد. هنگامی که موسی به دنیا آمد، اضطراب و نگرانی درون او را فرا گرفت. اما محبت نوزاد چنان در دلش جای گرفت که بر زندگی و بقای او حریص شد. از این رو خبر ولادت موسی به گوش فرعون که دشمن نوزادان بنی اسرائیل بود نرسید. 3 ماه بر این منوال گذشت تا اینکه فرعون جاسوسان خود را در شهر پراگنده نمود تا به جستجوی اطفال بپردازند. داستان پیامبران. در این شرایط خداوند جل جلاله به مادر موسی الهام نمود که صندوق آماده نماید و فرزندش را در آن بگذارد و بر رود نیل بسپارد. خواهرش را در ساحل به دنبال صندوق روانه نماید تا سرانجام او را دریابد و از او خبری بیاورد. سپس خداوند ترس مادر موسی را فرو نشاند و
و قلبش را با الهام و گفتار بزرگ ثابت و استوار ساخت. خواهر موسی به دنبال صندوق براه افتاد. هنگامی که دید صندوق را از آب گرفته و به سمت فرعون بردند، بسیار پریشان و وحشت زده شد. اما رحمت خداوند به موسی نزدیک بود. به محض اینکه زن فرعون او را دید، خداوند محبت موسی را در دل او انداخت. او نیز از شوهرش خواست که آن کودک را به فرزندی خودشان بپذیرند. در دل مادر موسی هیچگونه نگرانی و دلسوزی برای نوزادش وجود نداشت، زیرا او فرزندش را به خداوند سپرده بود و دارای ایمان ثابت و روح و روان مستحکم و پایدار بود. دایه ها برای شیر دادن به موسی جمع شدند تا شیر یکی را بپذیرد و تشنگی و گرسنگیش برطرف شود. اما او شیر هر دایه را رد می کرد. در این هنگام خواهر موسی گفت: آیا می خواهید که من شما را به زن راهنمایی کنم که بتواند این کودک را شیر دهد؟ هامان اعتراض نمود. گفت: این دختر حتما این کودک را می شناسد. او را بگیرید تا از حال این کودک به ما خبر دهد. چون از آن دختر پرسجو نمودند، گفت: من فقط می‌خواستم که به پادشاه کمکی کرده باشم. داستان پیامبران فرعون دستور داد کسی را که بتواند پرورش آن کودک را به عهده بگیرد به کاخ بیاورند و خودش طفل را که گریه می کرد در آغوش گرفت و با آرام ساختن او خود را مشغول ساخت، تا اینکه زن حاضر شد و نوزاد با آن زن انس گرفت و از میان آن همه زن تنها شیر او را به دهن گرفت. فرعون حیرت زده شد و با آن زن گفت: تو کی هستی که این کودک همه شیرها را رد کرد با جز شیر تو؟ مادر موسی گفت: من زن خوشبو هستم که شیر پاک دارم. هیچ کودکی را به من نمی سپارند مگر اینکه شیرم را می پذیرد. فرعون موسی را تحویل مادرش داد و برایش مقرری برقرار نمود و مادر موسی همراه فرزندش به خانه خود بازگشت و خداوند این گونه به او پاداش داد و چشمانش را روشن نمود تا بداند که وعده خداوند حق است. داستان پیامبران.